سلام و وقت شما بخیر. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در طی 2 روز گذشته در 2 حکم جداگانه سوی 2 دادگاه عالی پاکستان به حکم 14 سال و 10 سال زندان محکوم شده است. عمران خان در حالی که انتخابات ریاست جمهوری پاکستان تا 2 هفته دیگر برگزار می شود و این احکام حبس محکوم شد. در این گفتگو با آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. آقای سعیدی، خصوصا سوالی است که این اقدام دادگاه های پاکستان نسبت به عمران خان در حالی که انتخابات ریاست جمهوری پاکستان تا 2 هفته دیگر برگزار میشه چی معنا میتونه داشته باشه و چقدر تاثیرگذار است روی انتخابات پیشرو؟ بعد سلام عرض دادم خدمت شما و کسانی که ما را میشنوند و میبینند. طوری که جنرال باجوا یعنی 7-8 سال پیش نواز شریف را به 10 سال حکم محکوم کرد، عمران خان را به قدرت رسون رئیس ارتش پاکستان، حالا هم قاسم منیر میخواهد نواز شریف را به قدرت برساند و عمران خان را 14 سال قید کند. مسئله محاکم پاکستان مطرح نیست، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان تصمیم میگیره. یعنی حالا نواز شریف را آوردن که پس به قدرت برسانند، عمران خان پشت میلای زندان برد. اما حالا میخوام درباره عمران خان کمک معلومات بدیم. عمران خان یا مشهور به خان یا کپتان کرکت، زادگاه اصلیش کرک پشاور است. به قوم پشتون است، نیوزی است. پدرش کرم خان نام داره، مادرش شوکت خانم. شوکت خانم کسی است که به مرض سرطان مرد. عمران خان به نام یادو از مردم پاکستان کمک خواست، شفاخانه ساخت در کراچی به نام شوکت خانم. از همون زمان عمران خان شهرت پیدا کرد. اما عمران خان در دوره پیش به زور اردوی پاکستان که مخالف نواز شریف بود به قدرت رسید. حالا همین اردو است که هر روز عمران خان را خرد و خمیر میکنه با تضاد جنرال بجوا و جنرال عاصم بنی. این بازی به خاطر این است که حکم محکمه دیروز پاکستان و امروز پاکستان و شاید محکمه فردای پاکستان همه عین چیز باشه. هدف از این است که عمران خان در انتخابات حزبش برنده نشود، نواز شریف برنده شود، چون اردوی پاکستان به نواز شریف وعده داده و تمامی محاکمی که نواز شریف را محکوم کرده و اونا را لغو کرده نواز شریف را آورده. این بازی به خاطر انتخابات است، نه چیزی دیگر. بله، همون اردویی که عمران خان را قبلا همینطور که شما گفتین به کرسی نشانده بود فعلا مخالف عمران خان شده. چرا آقای سعیدی این رویکردها اینقدر زود را عوض میشه در پاکستان؟ نه، ببینید شما سگرید جنرال بجوا که حالا نیست، متقاعد است. جنرال بجوا رئیس ارتش پاکستان بود، عمران خان را به قدرت رساند. حالا جنرال بجوا وجود نداره. حالا عاصم منیر است که توسط برادر نواز شریف یعنی شهباز شریف به حیث رئیس ارتش تعیین شده، با این وعده که نواز شریف من رئیس نخست وزیر به قدرت برساند. و چقدر ارتش پاکستان در انتخابات پیشرو نقش خواهد داشت و آرای مردم چه خواهد شد در انتخابات پیشرو؟ یعنی از دید شما بیشتر آرای مردم مهم هست در انتخابات پیشرو نقش خواهد داشت یا که دوباره ارتش پاکستان کار خودش ادامه خواهد داد؟ کسانی که پاکستان شناس هستند می‌دانند که جمله 77 سال اضافه تر که از عمر پاکستان می‌گذرد 38 سالش نظامی ها به قدرت بوده. مارشال ایوب 12 سال بوده، جنرال ضیاءالحق همچنین، جنرال مشرف همچنین و دیگر جنرال ها. بنابراین حکومت های ملکی هم که در پاکستان بوده همیشه از لیاقت علی شروع تا نواز شریف تا خانم بزیرالدین بوتو نقش کلیدی را اردو داشته. انتخاب مردم مهم نیست، اردو کسی را که بخواه او را به پیروزی میرسانه ولو که راه هم نداشته باشه. بله، همونطور که شما در جریان هستین و اشاره هم کردین در سال 2019 نواز شریف به چنین سرنوشتی فعلا عمران خان دوچار شده بود. به نظر شما این انتقام گیری های فعلا که وجود دارد چقدر میتونه که روی روند دموکراسی و مردم سالاری در پاکستان تاثیر بگذارد؟ پاکستان ظاهرا کشور دموکراتیه، اما در معنا اتونیه. پاکستان نقش حرف اول اردو و استخبارات پاکستان میزنه و احزاب و شخصیت های هم که در پاکستان مطرح است حرفی را که از دموکراسی به زبان ببری علیه اردو. حتی شما در قانون اساسی پاکستان اگر ببینید علیه اردو هر نوع سخن گفتن خلاف
قانون اساسی است و جرم پنداشته میشه علیه اردو. کوچکترین انتقاد جرم پنداشته میشه تا سرحد اعدام. دوم، شما ببینید که دو اداره، یعنی در سرنوشت افغانستان و در سرنوشت کشمیر و هند اردوی پاکستان تصمیم میگیره، نه دستگاه دیپلماسی. این در قانون پاکستان آمده. و همچنین مسئله شورش و شورشگری را میشه اردوی پاکستان رهبری میکنه. اردوی پاکستان یک اردو ششمین اردوی دنیا هست و نقش کلیدی داره. همیشه اردوی پاکستان در حمایت انگلیس و امریکا بوده و بدون اجازه از اونا کاری نمیکنه. همین که حالا عمرانخان پشت میله های زندان رفته، حتما اشاره ابروی از امریکا وجود داره. بله، و چنین حکمی که از در دو روز گذشته از سوی دادگاه‌های دو دادگاه در واقع در پاکستان علی عمران خان صادر شد، چقدر حکم موجه هست به لحاظ حقوقی؟ حکم محکمه مطرح نیست. به محکمه گفته میشه که حکم صادر کن. محکمه شاید دوسیه نخونده باشه. شما ببینید تفاوت، ببینید تفاوتی است که دیروز محکمه ابتدایی 10 سال قید کرد، 24 ساعت نگذشت محکمه دوم 14 سال قید کرد. دلیل چی است؟ دلیلی است که کسی دوسیه را نمیخونه. از طریق آسم منیر گفته میشه که این حکم را صادر کن، این حکم را صادر کن. در غیر دو محکمه هیچ نقش نداره. یک دوسیه یک مجرم حد یقل محکمه دوم باید یک هفته مطالبه کنه یا نکنه؟ آیا محکمه دوم از دیروز از 12 بجه تا امروز چاست کلش مطالعه کرده؟ فهمید آدم میفهمه که امر از کجا است. امر از بازار کلان است، اردو است. و همونطور که شما گفتین که همیشه انتخابات پاکستان اردو نقش داشته و ارتش همیشه نقش خود را بازی کرده، در این انتخابات چی نقش را بازی خواهد کرد و چی برایند خواهد داشت به دیگر کشورهای منطقه و همسایه های پاکستان؟ باور می است که نواز شریف آورده شده از انگلیس به خاطر اینکه شهباز شریف برادرش آسم منیر را نامزد رئیس ارتش کرد وقتی که نخست وزیر بود. شما میدانید درست است؟ اما آورده شده که باید نخست وزیر شوه، نخست وزیر شوه. این کار را اردوی پاکستان میکنه یا با یک ائتلاف، اما به خاطر از اینکه نواز شریف رایش حداقل بیشتر شد، باید تا آخر روزهای انتخابات برای حزب عمرانخان انفجارات رخ بده. حزب عمرانخان که حریف اصلی است و مشکلاتی مواجه شه، تحت فشارهای برشان وارد شه، چون غیر از حزب عمرانخان دیگر نواز شریف در مسلم لیگ حریفی نداره. حزب مردم پاکستان تحت رهبری بلاول بوتو قدر نی. باور می است که اگر انتخابات آزاد می بود در پاکستان، انتخابات آزاد می بود، حزب عمرانخان می تانست 55% آرا را از خود کنه، نواز شریف می تانست که 25% آرا را از خود کنه و بلاول بوتو می تانست که 12% از خود کنه. ولی حالا باید عمرانخان خفه شد، حزبش خفه شد، میتنگاش اجازه داده نشه، باید انفجارات صورت بگیرد تا بتانه که نواز شریف راهای بیشتری را به دست بیاره. درست. در صورتی که عمران خان در این انتخابات به اصطلاح ناکام بیرون برایه، هواداران اینها چی خواهد کرد و چی برایند خواهد داشت؟ در پاکستان شورشی برپا خواهد شد یا نه؟ نه، ببینین هواداران عمران خان در حدود یک سال یا چیزی کم شورشهایی را کردن، متهم شدن. یک تعداد سران حزب عمرانخان مجبور شدن که پاکستان را ترک کنند. یک تعداد با حزب پشت کردن، یعنی دیگر با او حزب نیستن. شخصی که شاه محمود قریشی وزیر خارجه بود و با عمرانخان در زندان است، برای شیخ رشید اجازه انتخابات داده نشده. تنها صفوف عوام است، صفوف عوام را سرکوب کردن، سرکوب کردن. نمیتونن، یعنی نمیگذارن که عمرانخان رای اکثریت ببره. شاید یک مقدار رای ببره ولی نمیتونه کلیدی باشه، یعنی نمیگذارن. یک چیزی رو من میخوام خدمت شما عرض کنم از طریق رسانه شما که در بعضی احزاب است که اشخاص، یعنی فرد نقش داره، در بعضی احزاب است که مردم نقش داره. در حزب عمرانخان، عمرانخان نقش کلیدی داشت، یعنی شخصی مطرحی بود. بدون عمرانخان این حزب بی سر و سربند است. درست. با توجه به شناخت که شما از عمران خان و همچنان نواز شریف دارین، فکر میکنین که حکومت آینده پاکستان چه سیاست را در قبال افغانستان و کشورهای دیگه همسایه خواهد داشت؟ نواز شریف سیاست مدار کنکاری و در دوره گذشته تقابلی را که با اردو داشت، شما میفهمید که جنرال
میفهمین که ذوالفقار علی بوتو تقابلی که با اردو کرد به پای دار رفت و اعدام شد. بله، نواز شریف آموخته که باید به اردو مقابله نکرد. سیاست مدار پخته از جمله سرمایه‌دارای بزرگ پاکستان است. ای است، برادرش است، دخترش مریم نواز است و کسای دیگه هستند. اما این دفعه در مقابل اردو احتیاط میکنه. در سیاست های جهانی هم نواز شریف احتیاط میکنه. نواز شریف همیشه در پاکستان سیاست اقتصاد محور داره. یکی از جمله یهودی ها که همیشه وزیر اقتصادش است اسحاق‌دار است. اسحاق‌دار که جمله یهودی هاست در پاکستان. وزیر اقتصادی، وزیر مالی هایی است. بنان سیاست نرمتری داره نواز شریف، سیاست یعنی اقتصاد محور داره. در گذشته گاهی اندکی با اردو مقابله کرد، حال پشیمان است. بنابراین من باور دارم که نواز شریف وقتی که به قدرت میرسه و میرسانن، به قدرت میرسانن، سیاست های نرمتری را در منطقه اتخاذ میکنن، نه سیاست های متشنجی را. آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، ممنون از شما. تشکر میکنم.